سفر کردیم دنیا را و امواج بلند هفت دریا را و هر پنهان و پیدار ندیدیم از تو تنها تر ندیدیم از توی خاک گرامی خطه دلچسب و جیراتر و در هر حال زیباتر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همینان عزیز و ارجمندم. آقای امیر درخشان برنامه را هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. من داشتم میومدم نگاه کردم به این نرخ بنزین در ایستگاه‌های سوختگیری، متوجه شدم که محبوبیت پرزیدنت به شکلی ارتباط پیدا کرده به قیمت بنزین در این جایگاه‌های سوختگیری. قیمت رفته بالا اندکی چیزی مثلا حدود 35 سنت و بعد نگاه کردم به نظر سنجی ها، دیدم به همون اندازه دوباره محبوبیت پرزیدنت اوباما فروکش کرده. معلوم میشه در این نظر سنجی های روزانه که در آمریکا رایجه، یعنی هر روز نظر سنجی میکنن از مردم ببینن درجه محبوبیت رئیس جمهور چقدر. متوجه شدم که مردم نگاهی به جیب خودشون میکنن، مضاف نگاه میکنن به وضع اقتصادی مملکت و این تابلو قیمت در جایگاه های سوخت در باره حکم میزان الحراره محبوبیت در کاخ سفید شد. این یک نکته. نکته دیگر این جنجالی است که به پا شده بر سر پروژه شاهلوله نفت بین کانادا و ایالات متحده آمریکا. سالهاست دربارش بحث میشه، اما هم کاخ سفید هم طرفداران محیط زیست هم شمار زیادی از مردم عادی، بسیاری از روشنفکران، رسانه ها مخالف این پروژه هستند، مخالف پروژه احداث این شاهلوله. حتی پرزیدنت اوباما تهدید کرده که اگر قرار بشه که این بره در کنگره بخواد تصویب بشه، قطعا از حق به توی خودش بهره گیری میکنه برای اینکه جمهوری خواها رو در این زمینه زمین بزنه. به هر حال امروز اکثریت با جمهوری خواهان، اگه جمهوری خواهان بتونن به حد نصاب برسن قطعا میتونن پرزیدنت اوباما رو دور بزنن دیگه. استفاده از حق به تو هم در این وسط کارا نخواهد بود. یادون باشه که برای اینکه در این زمینه شیر فهم بشیم و کارشناس صحبت بکنیم، ببینیم صحبت از چه پروژه‌ای است که این همه در آمریکا جنجال به پا کرده. الان چندین روزه که به طور جد، یعنی بعد این که جمهوری خواه اکثریت رو در مجلس به دست آوردن، خب همیشه نگرانی وجود داشت که بلافاصله این پروژه در دستور کار قرار بگیره و همینطور هم شد. در منزل نخست با شاهین نجات خواهیم بود تا لحظات دیگه. خب کارشناس صنعت نفت با ماست آقای مهندس شاهین نجات عزیز. مهندس نجات درود بر شما، خوش آمدید. درود بر شما جناب میبودی ارجمند، درود بر همیهنان گرامیم، خوشحالم که باز در خدمتون هستم. خب آقای نجات عزیز، جنگ و دعوای در گرفته بر سر این شاهلوله که قرار از کانادا و آمریکا کشیده بشه، چندین سال دربارش دارن صحبت میکنن، یه پروژه چندین میلیارد دلاری است. الان که جمهوری خواه اکثریت رو به دست آوردن، فرصت رو مغتنم دیدن برای اینکه به شکلی این پروژه در دستور کار قرار بگیره. میخوایم ما رو شیرفهم بکنید، بفهمید که چه خبره، چی قراره بشه، این پروژه از چه قراره. خواهش میکنم. همونطور که گفتید آقای میبودی، مسئله خط لوله کیستون تبدیل به موضوع منازعه و اختلاف شدید بین دو حزب عمده در امریکا شده و به هر حال سطر تیتر خبرها بوده تو این ماها، به ویژه این چند روز اخیر. اتفاقی که افتاد، جمهوری خواها به دنبال این بودن که از این پروژه پشتیبانی کنن. پروژه به این صورته که کانادا به خاطر منابع نفتی که در ایالت آلبرتا داره و منابع نفتی بسیار غنی است، هرچند خیلی گرون در میاد بهره برداری از اون منابع نفتی اونجا، از چند سال پیش با یه خط لوله ای نفت تولیدی در ایالت آلبرتا رو منتقل میکنه به مناطق شمالی امریکا و بعد از مناطق شمالی از داکوتای شمالی به داکوتای جنوبی و بعد ایالت نبراسکا. اتفاقی که میفته سر راه برخی از
پالایشگاه‌های آمریکایی نفت خامو دریافت می‌کنن در شیکاگو، همچنین در کرانه‌های شرقی طرف اقیانوس اطلس و تولید فراورده می‌کنن که در آمریکا مصرف میشه. به عبارت دیگه آمریکا بخشی از نیاز خودش رو به نفت مصرفیش از کانادا میگیره که هم پیمانشه و هم کمترین ریسک رو داره خرید از کانادا نسبت به خرید از شمال افریقا یا حوزه خلیج فارس یا حتی ونزوئلا و منطقه آمریکای لاتین. خب تولید نفت افزایش پیدا کرد در کانادا و همچنین در بخشی از ایالات آمریکا که پیش از این چندان تولید قابل توجهی نداشتن، از جمله وایومینگ به خاطر تکنولوژی نوین برای فرکینگ کردن چاه و افزایش بازدهی چاهای نفتی، وایومینگ یفه تبدیل شد به محلی که هجوم سرمایه گذاران نفتی رو به همراه داشت. طوری بود که در یه منطقه که یه روستای 2000 نفره بود، یه دفعه شرکت نفتی 15000 تا نیرو می برد. جا برای اجاره نبود، رستوران برای غذا خوردن نبود، امکانات رفاهی نبود و هجوم عجیبی شده بود. یه جوری مقایسه میکنن این هجوم رو به ایالت های مثل وایومینگ و داکوتا و نبراسکا با هجومی که در عصر گذشته برای پیدا کردن طلا به کالیفرنیا شده بود و میگفتن این مهاجرت دوم یا هجوم دومه، منتها این بار برای طلای سیاه یعنی نفت. خب پروژه این بود که خط لوله دیگری هم به افسون و خط لوله موجود به عنوان فاز چهار کیستون کشیده بشه، دوباره از آلبرتای کانادا، این بار بیاید وایومینگ، نفت بخش وایومینگ رو هم با خودش همراه کنه، بیاید دوباره به نبراسکا، بیاد پایین از کانزاس عبور کنه، برسه به تگزاس که پایتخت نفتی ایالات متحده است و برود به دو منطقه. بله، و این نفت میرسه به تگزاس به دو منطقه عمدم چنان که گفتم به هیوستون و پورت آرتور که بتوانند پالایشگاه‌های منطقه رو تغذیه کنند. خب این پروژه ملی است، پروژه است که از نظر تأمین انرژی بسیار بسیار مهمه و خب آوردن نفت کاناداست به امریکا. ریپابلیکن‌ها از این پروژه پشتیبانی میکردن به علت این پروژه توجیهشون اینه که ایجاد شغل میکنه، به چند تا ایالت مثل وایومینگ، داکوتا، نبراسکا که ایالت‌های چندان صنعتی نبودن میتواند کمک کنه به رشد اقتصادیشون و همچنین تأمین نفت مورد نیاز امریکا از کانادا چیزی است که میتواند در دراز مدت برای امریکایی‌ها و برای کانادایی‌ها خیلی هم سودده باشه، هم آرامش خیال داشته باشه. حزب دموکرات از چندی پیش جلوی این جریان موزه گرفت و طبیعتاً چون رئیس جمهور از اون حزب بود، آقای اوباما هم موزه گیریش بر علیه این پروژه بود، یعنی با احداث پروژه تکمیلی کیستون مخالفت میکردن. دلیل مخالفتشون مسائل زیست محیطی بود، اعتقاد داشتن که این خط لوله میتواند در مسیر خودش در نبراسکا به محیط، به پارکایی که ازش عبور میکنه و همچنین به منابع آبی و تالابهایی که در مسیر هست آسیب برسونه، افسون بر این که ممکنه به خاطر نشت نفت کلن طبیعت منطقه رو آلوده کنه. من برای همیهنانی که ممکنه با مسئله خطوط لوله چندان آشنایی نداشته باشن این رو هم اضافه کنم که خطوط لوله مخصوصا در این اندازه، چون قطر لوله چیزی حدود 1 متر خواهد بود، میره زیر زمین و دفن میشه، یعنی شما در روی سطح چیزی نمیبینید، بین 1.20 متر تا 1.5 متر این خط لوله میرود زیر سطح زمین، بنابراین در روی زمین شما چیزی نمیبینید و از سوی دیگه معمولا با عایق کاری و سیستم های آب‌بندی که به کار میبرن از نشت نفت تا اونجا که ممکنه جلوگیری میکنن. برای همین جمهوری خواه اعتقاد داشتن که این بهانه است و رئیس جمهور و حزب دموکرات به دنبال اینن که این طرح بزرگ رو به نوعی از کار بندازن. نوامبر 2014 اتفاقی که رخ داد، حزب جمهوری خواه هم مجلس نمایندگان رو برد، هم انتخابات مجلس سنا رو برد، اکثریت پیدا کرد، اکثریت قوی هم پیدا کرد، اومدن تو همین چند روز گذشته تصویب کردن که پروژه تکمیلی کیستون، خط لوله کیستون انجام بشه به عنوان پروژه ملی و پر اهمیت
$5 میلیارد تا الان هزینه شده و 7 میلیارد هم باید هزینه بشه تا به تکمیل برسه، یعنی $12 میلیارد. رئیس جمهور آقای اوباما از حق وتوش استفاده کرد و مصوبه کنگره رو وتو کرد. حالا جنگ مغلوبه شده، حزب جمهوری خواه اگر بتواند در مجلس نمایندگان و مجلس سنا 2/3 آرا رو داشته باشه، به نفع پروژه کیستون میتواند نقض بکنه به توی آقای اوباما رو، این نبرد خیلی پرسر و صدا رو به سود خودش پایان بده. اگر نداشته باشه، خب اوباما حرفش پیش رفته، پروژه انجام نخواهد شد و این وسط یک پروژه صنعتی که میتواند دغدغه زیست محیطی هم برای کشور ایجاد بکنه میتواند نکنه. ما اینقدر متاسفانه اینجور مواقع گزارش هایی که میاد از منابعی که وابستگی به یکی از این دو حزب دارن زیاده که واقعا انسان گیج میشه. ولی به طور کلی خطوط لوله همه جای جهان هست، همه جا از طبیعت عبور میکنه و همچین تقریبا سر و صدا و جنجالی ایجاد نمیکنه. به نظر میاد که آقای اوباما و حزب دموکرات در پشت موضع گیریشون به هر حال به طور مشخص روی یک نگاه مطلقا سیاسی هم دارن مانور میدن و به هر حال اگر که این پروژه انجام نشه، بردیست برای آقای اوباما با وجودی که دموکرات ها اقلیت هستن در مجلس امریکا، و اگر ریپابلیکن ها بتونن جمهوری خواه بتوانند 2/3 داشته باشن، به نظر من یک شکست بزرگی است. نه به خاطر که این پروژه انجام خواهد شد برای آقای اوباما شکست بزرگی خواهد بود، بلکه این در حقیقت تو 2-3 سال گذشته شاه غزل حزب دموکرات بوده برای جلب برخی از آرای هواداران به اصطلاح فضای سبز و محیط زیست. آقای نژاد عزیز، به من بفرمایید که بازدهی چقدره به دلار، بازدهی سالانه؟ آقای میبودی، الان چیزی حدود 1,300,000 بشک ظرفیت خط لوله کنونی است که حدود 75-76 سانت قطر لوله است. بله. 1,300,000 بشک ظرفیتشه. با اون چیزی که تکمیل خواهد شد که 800,000 بشک خواهد بود، به بالای 2,000,000 بشک در روز خواهد رسید. پروژه 50 ساله است. و بس خیلیه، یعنی نمیشه ازش گذشت، چون رو دلاری نفت $50 رو حساب کنیم میشه 100 میلیون، 100 میلیون دلار در روز. بله بله، میشه 100 میلیون دلار، میشود نزدیک 40 میلیارد دلار در سال. حالا ببینید در 50 سال چی میشه اگر نفت بالا بره، که خب رقم دو برابر ممکنه بشه. پروژه بسیار سنگینی است. شرکت نفت کوناکو فیلیپس امریکایی و ترانس کانادا کورپوریشن کانادایی در حقیقت کسانی هستند که بیشترین درصد رو در این پروژه عظیم دارن. من یه جمله معترضم اینجا آقای میبودی، همیشه تو این بحثا میخوام این نتیجه هم بگیریم که شاید به نوعی به وضعیت کشور خودمون هم مربوط بشه و یا شاید یه نگاهی هم داشته باشه به اندیشه های سیاسی حاکم بر جهان کنونی ما. من قبلا این نکته رو دیده بودم و الان به نظر من این پروژه کیستون یه نمونه دیگری است از این که منافع حزبی و رقابت‌های بسیار بیرحمانه حزبی در غرب به ویژه در ایالات متحده متاسفانه در خیلی از موارد منافع ملی رو قربانی می‌کنه. یعنی واقعاً هدف اول و آخر برخی احزاب اینه که آن چیزی رو که خودشون تو دستور کارشون دارن یا لابیستاشون با جهان صنعت، جهان بیمه، حقوقدان ها، انرژی اتمی و جاهای دیگه مشغول کار هستند و به نتیجه برسونه. و این وسط واقعا شهروند امریکایی میمونه که واقعا صلاح کشور در چیست و در مجموع آیا یه همچین پروژه یا پروژه های همانندی به سود کشور یا نه. این واقعا گم شدن ماست بین این جنجال احزاب که هر کدوم هم میتونن برای خودشون ده ها شرکت مشاور استخدام کنن که در تایید نظرشون یا در گزارش کارشناسی بده. کاملا درست. آقای بنده شاه اینجا خیلی سپاسگزاریم از این همه اطلاعاتی که به ما دادید. به نظرم همه شیر فهم شد. من که شیر فهم شدم. ممنونم از شما. تشکر میکنم. تا دیداری دیگر.
قربان شما، سپاسگزارم. خب همینان ارجمند، هم چند هفته ایچ که داریم گفتگو میکنیم با دکتر حسام نوذری درباره برآمدن، فرگشت، دگرگشت، یالا هر معادل فارسی که میخواید در برابر اِوولوشن قرار بدی. به هر حال همه چیز هست رو تکامل. انسان در این مسیر، مسیر زندگی بر کره زمین تکامل پیدا نکرده، در بسیاری جاها تازه نقصانهایی هم پیدا کرده، یعنی مسیر ضد تکامل رو رفته. این بار میریم به سراغ گیاهان، مقایسه گیاه و انسان بر پایه آخرین تحقیقات. دکتر نوذری عزیز، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان عزیز شما. حال شما خوبه؟ خوب هستم. خسته نباشید. میدونم که روز پرکار داشتید ها. امیدوارم همیشه پرکار باشید و سلامت و سایه شما بلند. خب دکتر نوذری عزیز، گیاهان و انسان، به نظر میرسد بعضی از جهات گیاه خیلی از ما پیشرفته تره، نیست؟ همینطور هست، به خاطر اینکه عمر اونها طولانی تر هست، بنابراین فرصت بیشتری برای خلاقیت داشتن، فرصت بیشتری برای ابراز هوشمندی خودشون داشتن. چون ما امروز میدونیم که هوشمندی و یا خلاقیت نیازمنده به مغز نیست. در این باره در جلسه پیش صحبت کردیم و همونطور که خود شما گفتید، کلمه تکامل، ترجمه تکامل در فارسی یک ترجمه غلط هست. درست. دگرگشت یا فرگشت یا دگرگونی، گاهی اوقات یک موجود برنده هست، گاهی اوقات بازنده هست. در یک زمینه هایی میتونه پیشرفت بکنه، در یک زمینه هایی میتونه پسرفت بکنه. بنابراین مفهومش دگرگونی هست. دکتر روزر تکامل... در مورد گیاهان واقعا میشه گفت که اینا تکامل پیدا کردن، ولی انسان نه، نیست، اینجوری نیست. انسان در یک زمینه پیشرفت کرده، در بسیاری از موارد پسگر کرده. درست. و خود کلمه تکامل یک ترجمه سیاسی هست برای یک کلمه علمی. درست. این بزرگترین خطر این ترجمه هست که یک ترجمه سیاسی بوده برای یک کلمه و برداشت علمی. درست. اما اگر برگردیم به مقایسه حیوانات و گیاهان با انسان، ما میتونیم از یک نمونه مثال بزنیم و اون تولید مثل هست. یا زایمان. ببینید درخت ها هم زایمان میکنند، اما زایمان اونها به خصوص توسط گل انجام میگیره. گل روی کره زمین حدود 150 میلیون سال پیش ظاهر میشه. درست. اما درخت ها 450 میلیون سال پیش. بنابراین در فرصت این چند میلیون سال درختان یک تصمیم هوشمندانه میگیرن و اون تولید یک چیزی هست که هم جذابیت داره، هم لطافت داره، هم بوی مطبوع داره، هم قند داره و میتونه پرنده ها رو به خودش جلب بکنه و حشرات رو، که کمک بکنن به پخش شدن دانه های درخت، کمک بکنن تا این درخت بتونه در خشکی هم مثل گذشتش در دل دریاها، در قعر اقیانوس ها به تولید مثل خودش ادامه بده. در مقابل شما انسان رو دارید. زایمان یک عمل عقب افتاده هست در انسان. هم جان مادر رو به خطر میندازه، هم جان کودک رو به خطر میندازه. یک دوره طولانی هست، یک دوره خشن هست واقعا. درست. و یک دوره سخت هست و پردرد. درست. و به خاطر اینم هست که ما بایستی واقعا قدردان متخصصین پزشکی باشیم، متخصصین زنان، پرستارها همینطور، اونهایی که مراقبت میکنن از یک زن آبستن، به خاطر اینکه اگر شما این رو به دست طبیعت سپرده بودید و این دگرگشت انسان پر است از نقص، پر است از کمبود. ببینم ببخشید، بنابراین انسان‌های اولی از نظر زاد و ولد مشکلاتشون خیلی کمتر از امروزی ها بوده، نیست؟ همینطور هست. اگر ما به انسان 2 میلیون سال پیش نگاه کنیم که هنوز انسان شبیه ما نیست. درست. اما اونهایی هستن که بعداً ما میشن. حدود 2,300,000 سال پیش اونها مغزشون خیلی کوچک بوده، حدود 400 گرم. مغز انسان مدرن 1400 گرم هست و به خاطر همینم هست که سر از بدن زن بایستی خارج بشه و امکان اون بسیار مشکل هست. مغز رشد زیادی کرده، در صورتی که بدن نتونسته با این رشد خودش رو وفق بده.
و اگر ما برگردیم به حدود 1 میلیون سال پیش، یک انسان دیگه هست که بیشتر بازم به ما نزدیک میشه. اون انسان به اسم اومو ارکتوس، مغزش حدود 1000 گرم هست، یعنی جد ما، اما هنوز شبیه شما و من نیستن. برای اینکه انسان‌هایی که شبیه شما و من هستند رو روی کره زمین ببینیم، باستی برگردیم به 200,000 سال پیش. اما وقتی که میرسه به انسان مدرن، انسان 200,000 سال پیش، مغز رشد زیادی پیدا میکنه. رشد زیادی پیدا میکنه به خصوص به خاطر ایجاد ارتباط بین سلول‌های مغزی، و این ارتباط‌ها باعث میشن که انسان بتونه حرکات پیچیده رو تنظیم بکنه، انسان بتونه انگشتان خودش رو در جهات مختلف حرکت بده، انسان بتونه متحرک بشه، انسان بتونه سر خودش رو در جهات مختلف حرکت بده. اما این دلیل بر این نمیشه که خلاقیت انسان هم بالا رفته بوده. دلیل بر این نمیشه که تصمیم گیری نمیتونسته انجام بگیره. تصمیم گیری، خلاقیت نیازمند به مغز نیستن. و به همین دلیل هم هست که اگر شما، من حتی از حیوانات مثال نمیزنم، شما تولید مثل یک پرنده رو نگاه کنید که تخم گذاری میکنه، یعنی به مراتب از شیوه انسان پیشرفته تر هست، به مراتب از زایمان انسان مؤثرتر هست. اما من میرم به سراغ درختان، یعنی قبل از حتی حیوانات دیگه، درختان گل رو انتخاب کردن. دکتر ببخشید، قبل از که رسیم به درختان، فقط به من بفرمایید که آیا همینطور که ما از اعماق اقیانوس ها بیرون اومدیم و به خشکی وارد شدیم، در به اصطلاح در مرحله تطور نخستین، درخت ها در آب بودن و بعد به خشکی آمدن یا نه؟ بله، در درخت در آب بودن. بله. حیات از دل اقیانوس آغاز میشه، نه از خشکی. حیات از ته دریا آغاز میشه، و به خاطر همین هم هست که حیات نیازمند به نور آفتاب نیست. حیات نیازمند به نور آفتاب نیست، نیازمند به یک مایع هست، و اون مایع رو آب اقیانوس ها تامین می کنند. در قعر اقیانوس ها شما آتش فشان دارید، یعنی حرارت رو ایجاد می کنند. بنابراین شما اتم هایی رو دارید روی کره زمین در قعر اقیانوس ها، شما یک مایع رو دارید که کمک می کنید اتم ها بتونن به هم نزدیک بشن، با هم تماس برقرار کنن، ترکیب شیمیایی ایجاد بکنن، و تمام شرایط مهیا هست برای ایجاد حیات و حیات به وجود میاد. اما 450 میلیون سال پیش ما برای نخستین بار گیاهان رو در خشکی میبینیم. و همونطور که گفتم، از کجا میدونیم 450 میلیون سال پیش؟ به خاطر استفاده از ایزوتوپ ها. در مورد درختان، در مورد حیوانات، هر چیزی که یک روزی زنده بوده، ما میتونیم از ایزوتوپ های شبیه به کربن استفاده بکنیم برای تعیین طول عمر اونها، و میتونیم پیش بریم تا حدود 60,000 سال یا 65,000 سال. بعدن ایزوتوپ ها و اتم های دیگه ای هستن، اگر بخوایم که بریم به سراغ چند صد هزار سال و چند میلیون سال. بنابراین ما امروز کم و بیش مطمئن هستیم که تاریخ ورود درخت ها بر روی خشکی 450 میلیون سال پیش هست، و امروز ما میدونیم که در این فاصله هنوز گل روی کره زمین نیست. اما وقتی که گل به وجود میاد، شما تنه یک درخت رو در نظر بگیرید. درخت اول هوشمند هست. درخت قدرت شنوایی داره. به یک وسیله دیگه، شما تنها نبایستی گوش داشته باشید که بتونید یک چیزی رو صوت ترجمه بکنید. همونطور که گفتم، ما زبانهای گوناگونی روی کره زمین داریم. زبان نور، زبان شیمیایی، زبان حرکت و زبان بویایی. بویایی یکی از زبانهایی هست که درختان استفاده می کنن، هم برای ارتباط با هم، هم برای ارتباط با موجودات دیگه. مثلا شما ببینید خلاقیت یک درخت انجام میده، این هست، من یک نمونهش رو برای شما مثال می زنم. اگر شما یک کرم بیاد و بخواد گل رو از بین ببره، اون رو بخوره، برگ گل یک پروتئین رو ترشح می کنه. به محض اینکه صدمه می بینه، زخم میشه، این پروتئین ترشح میشه و یک بوی از خودش جدا میکنه. این بو رو پرنده ها میتونن از چند مایلی حس بکنن و حرکت میکنن به سوی این گل، حرکت میکنن به سوی این درخت، و میان و اون کرم رو میخورند و از بین میبرن، و این درخت میتونه کماکان به زندگی خودش ادامه بده. و این واقعا یک نمونه هست از بسیاری از خلاقیت هایی رو که شما در درختان میبینید و در گیاهان میبینید. یک نمونه دیگه، ما یک جنگل داریم که این جنگل
درخت هایی که توی اون جنگل هست، صدها درخت، طول عمر اونها 200 سال هست. اما وقتی که ما به ژن های اونها نگاه میکنیم، تمام اونها دقیقاً یک ژن رو دارن. یعنی همه اون ژن ها... یعنی همه صاحب یک ریشه هستن؟ دقیقاً همه اونها یک ریشه دارن. اما شما بسیار درخت میبینید، فکر میکنید خب این یک درخت هست، یک درخت دیگه است، اما ژن های اونها رو که نگاه میکنید میبینید که ژن های اونها دقیقاً عین هم هست. اما ما میدونیم که حتی یک نوزاد ژن ها شبیه به مادرش نیست. پس چرا این جنگل، درختان اون جنگل، همه اون درخت ها ژن هاشون شبیه به هم هست؟ وقتی که ما به ریشه این درخت ها نگاه میکنیم در دل زمین، سن اون ریشه رو که اندازه میگیریم، سن اون ریشه ها هست 80,000 سال. بنابراین این درخت در طول هزاران سال مرتب تصمیم های به جا گرفته. برای مثال اگر در این جنگل آتش سوزی بشه و آتش تمام این درخت ها رو از بین ببره، وقتی که آتش به زمین میرسه، زمین جلوی نفوذ آتش رو به ریشه ها میگیره، بنابراین ریشه ها در امان هستن. این درخت هایی که سوخته شدن، سوخته اون درخت ها کمک میکنه تا زمین غنی بشه از مواد معدنی و بنابراین این ریشه میتونه دوباره تغذیه بکنه و دوباره تولید درخت بکنه و تولید حیات بکنه و از زندگی خودش لذت ببره. یعنی فصل های گوناگون رو تجربه بکنه، بهار رو، زمستان رو، برگ های خودش رو به موقع بیرون بده، گل های خودش رو به موقع بیرون بده. اما 80,000 سالش هست و به خاطر همین هم هست که ریشه 80,000 سال سن داره اما اون درخت ها 200 سال. اما شما مرتب میبینید که واقعا اون تصمیم خارق‌العاده‌ای رو که این درخت گرفته و اون بقایی رو که این درخت داره، شما هیچ موجودی رو نمیبینید که اینقدر دوام آورده باشه و اینقدر بتونه از کره زمین لذت ببره و زندگی بکنه. دکتر نوزری، بنابراین درخت ها استعدادشون از ما خیلی بیشتر بود برای انطباق با طبیعت و دوام بیشتر، چون عمر بیشتری دارن و فکر کنید درخت ها موفق شدن 80,000 سال این قبیله خودشون مثلا یک جنگل رو در جمع حفظ بکنن، جنگلی که در اعماق تمام این درخت ها ریشه های مشترک دارن. دکتر نظری، به نظرم بسیار آموزنده، سپاسگزار از شما. امیدوارم این گفتگو رو دنبال بکنیم. فکر میکنید مرحله بعد چیه؟ درباره چی باید صحبت بکنیم؟ ببینید یک چیز این هست که اول ما بایستی دیگه این کار رو نکنیم که مرتب به گیاهان و یا به درخت ها به عنوان زیر دست نگاه بکنیم یا اینکه به انسان به عنوان اشرف مخلوقات. انسان اشرف مخلوقات نیست، انسان نقص زیاد داره و یادمون باشه که تکامل در مورد انسان و یا در مورد موجودات دیگه واقعا وجود نداره. اون چه که هست دگرگشت هست، دگرگونی هست، تفاوت هست، متفاوت شدن هست و ما هر کدوم از ما گیاهان یا درخت ها راه های متفاوتی رو رفتیم و میتونیم با هم دیگه زندگی کنیم و بایستی با هم زندگی بکنیم. اما یک دید علمی داشته باشیم به تاریخ کره زمین و اگر تاریخ کره زمین رو در نظر بگیریم، راحت تر میتونیم به پیشواز آینده بریم. چقدر عالی، بسیار، حرف شما کاملا درسته. نگاه بکنید واقعا گاه بیرحمی کرده حالا این تکامل به انسان یا فرگشت. انسان با درد باید زایمان کنه و گیاهان، حیوانات، جانداران دیگه بدون کمک دیگران حتی میتونن زایمان بکنن، نه یکی بچه های عدیده بیارن. و نشون دهنده اینی که گاه انسان در مسیر تطور دچار نقصان هایی شده یا کمبود هایی داره که حالا دربارش بیشتر صحبت میکنیم. خداحافظی کنم با دکتر نوذری عزیز. خداحافظ دکتر نوذری. خداحافظ شما و بینندگان شما.